طبق معمول روزهای پنجشنبه به پرسش‌های شما عزیزان پاسخ بگیم. امروز سه تا سوال داریم که هر کدوم بسیار برای ما مهم هستن. خیلی ممنون که سوالاتون رو برای ما میفرستید و به فیض خداوند بیریم که این سه سوال رو جواب بدیم که شاید سوال بعضی از شما عزیزان هم باشه. آقای علی از فیسبوک از ما پرسیدن: سلام برادر عزیز، چرا عیسی مسیح قبل از مصلوب شدن هر کسی رو که شفا میداد میگفت به کسی نگید، ولی در انجیل مرقس باب 5 وقتی مردی رو که شفا میده میگه برو اعلام کن به همه شفا پیدا کردی و به همه اعلام کن؟ میشه توضیح بدید؟ خیلی ممنون علی جان برای این سوالتون. البته ما میدونیم که خادمین مختلف، معلمین مختلف به سوالات به گناه مختلفی پاسخ میگن، ولی برای ما مهمه که پیش زمینه این موضوع رو و این نحوه صحبت کردن عیسی مسیح رو هم بدونیم. چرا؟ چون گاهی وقتا هم به افراد میگه برید و بگید که عیسی برای شما چه کرده. خب یک چیز کلی که وجود داره این هستش که عزیزان مفسرین و دانشمندان کتاب مقدس میگن که هنوز زمان اون نرسیده بود که عیسی مسیح خودشو بر ملأ عام آشکار بکنه و این جواب منطقی هستش، جواب خوبی هستش. همونطور که در 30 سال اولیه زندگی زمینی عیسی مسیح ما نمیبینیم که انجیل چیزی رو توضیح بده برای ما، ولی ما میبینیم که بعد از تعمید آب عیسی مسیح، از روح قدس پر شدن عیسی مسیح، عیسی شروع به خدمت میکنه. علی جان، عیسی دستور اکید میده که از این واقعه اون شخص با کسی صحبت نکنه، ولی در وهله اول چند تا دلیل وجود داره. در وهله اول شاید به این دلیل بود که ما میدونیم که بیرون از اون منزل عده‌ای بودن که داشتن شیوه و گریه میکردن، شیون و گریه میکردن، در واقع قبل از اینکه این شخص بمیره مرگ او را پذیرفته بودن. عیسی مسیح نمیخواد که اونا از این موضوع مطلع بشن و شاید این موضوع باعث تمسخر اونها میشد اگر میفهمیدن که حالا والدین اومدن میگن ببینید بچه زنده شده و هیچ کمکی نمیکرد به این قضیه، و شاید هم اونا میمدن میگفتن اصلا این بچه نمرده بود، این آقا ما را سر کار گذاشته بود، داشت ما را اذیت میکرد. نکته بعدی که معمولا افراد و متخصصین میگن این هستش که ایشون نمیخواست که عیسی مسیح نمیخواست که به عنوان یک شخص معجزه‌گر شهرت پیدا بکنه. عیسی نیامده بود که کارهای معجزه‌آسا انجام بده. عیسی آمده بود تا اینکه جریمه گناهان ما رو بده، که در این راستا میبینیم که بیمارا را هم شفا میده، در این راستا میبینیم که معجزات مختلفی رو انجام میده که شاهد اون هستیم. که اگر عیسی مسیح به عنوان معجزه‌گر شناخته میشد، مثل فرهنگی که در بین ما ایرانی‌ها و به عبارتی در خاورمیانه وجود داره، شاید افراد فقط بخواستن بیان از عیسی یک مرادی بگیرن. و میبینیم خیلی هستن که افراد میخوان فقط به نام مسیح یک شفای بیاد. حالا میخواد مسیح شفا بده، حالا میخوان یک امامزادهی برن، حالا میخوان برن سراغ کسی که این کار رو بکنه، هیچ فرقی براشون نمیکنه. و این در حالیه که عیسی مسیح او خدای قادر مطلقه، او اومده معجزه بکنه، او اومده شفا بده، او میخواد که کارهای بزرگ بکنه، اما هدف و میشن اصلی عیسی مسیح نبوده که، وگرنه خب طبیعتاً اون چیزی نبود که او براش اومده. در این سومی که ما میدونیم در این در واقع فرمایش عیسی مسیح وجود داره که اون نمیخواست که خبر این معجزه در همه جا در واقع انتشار پیدا بکنه، که در این صورت بسیاری بودن که از مسیح موعود بودن او با خبر می شدن. و بسیاری این زمینه رو ما باید بدونیم، بسیاری بودن که در واقع در اون زمان به خاطر اینکه در واقع رومی ها بر یهودی ها سلطه داشتن، می خواستن به طور سیاسی از این مشکل آزاد بشن. بنابراین اونها دنبال این بودن که یک رهبری بیاد، یک رهبر سیاسی بیاد و در واقع این کار رو بکنه که اونها آزاد بشن از این وضعیتی که براشون به وجود اومده. که عیسی مسیح یک رهبر سیاسی نبود. عیسی مسیح اومده بود تا اینکه در واقع جریمه گناهان بشر بده. پس آنچه که برای عیسی مسیح مهم بوده و هست
این استش که ملکوت او چنان که در آسمان بر زمین کرده بشه و نه یک در واقع موقعیت سیاسی به وجود بیاد. اما در مرقس باب 1 آیه 40 تا 45 میبینیم که عیسی مسیح بعد از اینکه این شخص جزامی رو شفا میده، به طور مثال میگه برو و به کاهن خودتو نشون بده. چرا این اتفاق میفته؟ ما باید پیش زمینه این فرمایش عیسی مسیح رو بدونیم و پیش زمینه این فرمایش عیسی مسیح برمیگرده به کتاب لاویان فصل 14 از آیه 1 تا 20 که بر طبق حکم موسی فقط کاهن بودش که اجازه داشتش که در واقع شفای اون جزامی رو اعلام بکنه. وقتی اون رو بازرسی میکرد، چون میدونیم که جزامی بودن افراد نه فقط یک بیماری بودش، بلکه از نظر فرهنگی و در واقع تفکر مردم، اون شخصی که جزام داشت شاید یک شخص لعنتی به شمار میومد، یک شخصی که حقیقتاً حتما یک کاری کرده که خدا او را به چنین روزی انداخته، دوچار کرده. بنابراین اینجا خیلی مهمه که کاهن باید او را چک میکرد و نه فقط همین، برای اون شفایی که پیدا کرده بود، اون برکتی که یافته بود، بعد قربانی ها رو پیش کاهن می بردش. فراموش نکنه که کاهنین هم امور مذهبی می کردن و در خیلی از وقتا امور سیاسی رو هم انجام می دادن که ما می بونیم در انجیل این برای ما مکتوب شده، نوشته شده. و در واقع ما می بینیم که نکته که خیلی حائز اهمیت هستش اینه که عیسی حالا دیگه وقت شده که در ملای عام شناخته بشه به عنوان کسی که شفا دهنده هستش. در آیه 45 ما اینو میبینیم که عیسی مسیح به اون شخص میگه در مورد شفات با جزامت با مردم صحبت نکن، بلکه با کاهن فقط صحبت کن. در نتیجه ما میدونیم البته طبق کلام خدا که میفرماید برای هر چیزی در زیر آسمان زمانی وجود داره، زمانی است برای سخن گفتن، زمانی است برای سکوت، زمانی است برای عمل کردن، زمانی برای عمل نکردن. پس در کتاب جامعه باب 3 میگه اینو، ما میبینیم که حالا عیسی میگه به مردم نگو، یه راست برو پیش کاهن. اون چیزی که شاید در فرهنگ ایرانی هم برای ما خیلی مهم بوده و هست اینه که به رهبران مذهبی احترام بذاریم و باشه که در کلیسا این اتفاق بیفته، اتفاق بیفته که خیلی هم عالی هستش. پس ما میبینیم یک جای عیسی میگه این کار نکنید و در جایی میرسه که عیسی به شاگردا میگه، به مردم میگه برید به همه این موضوع رو اعلام کنید. امیدوارم جوابتون داده باشم. اسی عزیز با ما تماس گرفتم، میگن سلام، در انجیل آمده که اگر کسی خواست از شما سوء استفاده مالی کنه به او اجازه بدید. اسی جان، من چنین آیه رو در کلام خدا ندیدم، احتمالاً سوء برداشت شده از این آیه یا آیات که در کلام خدا وجود داشته، ولی علتی که این رو آوردم اینجا این هستش که شما ادامه میدید میگی که هر چقدر میخواد پول شما رو ببره. حالا وظیفه من چیه در قبال گدایان حرفه‌ای و افرادی که به دلیل تنبلی همش از من پول قرض میگیرن و احتمال برگردوندن بدهیام خیلی کمه؟ خب کلام خدا اسی جان میگه که به کسی قرض ندید، که اگر قرض میدید فراموشش کنید. یعنی چی؟ یعنی انتظار داشته باشید که اون افراد یا اون شخص پول شما رو بر نگردونن. پس من شخصا روش کاریم اینجور نیست که به افراد پول بدم. میدونم بعضی از شما دوستان این کار رو میکنید، به احترام میذارم برای این موضوع، بلکه روش کاری من این هستش که به افراد کمک بکنم که در مسیر پول درآوردن قرار بگیرن. خب امروز من کمک مالیشون کردم، زمانایی هست که آدم باید کمک مالی بکنه، ولی زمانی هستش که شما میخواید برای اون شخص کاری پیدا بکنید، کمکش کنید، بهش یاد بدید راه چیه. در کتاب لاویان کلام خدا میگه که خدا حکمت ثروتمند شدن به تو میده. خدا در آسمان رو باز میکنه، خدا میبینیم که چند نان و چند ماهی رو تبدیل میکنه به تعداد زیادی که عده سیر بشن. خدا خدای معجزه‌گر هستش. اما خواست خدا نیست که همونطور که دارید میگید، پولس رسول میگه که کسی که کار نکنه نانم نخوره، کسی که نشسته در خانه میگه چرا شریعت من، شرایط من اینجوریه، چرا من از نظر مالی پیشرفت نمیکنم، خب هیچ وقت پیشرفت نخواهد کرد. ولی یک چیزی که من در سوال شما اسی جان مشاهده کردم اونه که یک مقدار باید حکمت داشته باشید
و از خدا بخواید که به شما حکمت بده که در چنین مواقعی به چه کسی کمک مالی بکنید یا کمک مالی نکنید. ما هم در کلیسا افرادی داشتیم که اومدن پیش ما گفتن کشیش به ما پول بدید، شما کلیسا هستید، کلیسا باید پول بده، کلیسا به این شکل شناخته شده. ولی باور کنید اینطور نیستش. شما در کتاب اعمال رسولان نگاه کنید، کلیسا به مردم به کلیسا پول میدادن، نه اینکه بیان از کلیسا پول بگیرن، که جزوی از خدمات اجتماعی کلیسا می بود که به نیازمندان کمک بکنه. کلام خدا میگه خوشا به حال کسی که به فقرا کمک کنه، به اونها برسه. ولی خیلی از اوقات از افرادی که مخصوصا در خیابان هستن، ما میدونیم که در جامعه ایرانی شناخته شدن به اینکه گدایی یک شغلی برای اونها هستش، لزوما آدمایی نیستن که محتاج هستن. من یک ویدیو رو نگاه میکردم که چطور افراد از این طریق ثروتمند هستن و از مالیشون خوبه و از یک شغلی شاید هستش، یک شغلی که با علم بر اینکه من دارم کلاهبرداری میکنم و حقیقت رو انجام نمیدم در واقع همراه هستش. بنابراین اگر من در خیابان کسی رو میبینم که احتیاج به غذا داره، بهش پول نمیدم، او رو میبرم در اولین رستوران و براش غذا میخرم. و بعضی از موقعها شده که جالبه که افراد که گفتیم بیا باید غذا بخریم، اتفاقا گفته من نمیخوام، گذاشته رفته. ولی افرادی هستن که نیاز مالی دارن، باید به نیاز مالیشون رسید، کمکشون کرد. ولی من بهترین روشی رو که فکر میکنم تو این سالا پیدا کردم اینه که شخص اگر میخواد به کسی کمک مالی کنه، با کشیش خودش، با کلیسا هماهنگ بکنه. اولا به خاطر که عیسی مسیح گفت اگه دست راستت میده دست چپت نفهمه. ما نمیخوایم که اون شخص اگر نیاز مالیش برآورده میشه همیشه جلوی ما احساس شرمندگی کوچیکی بکنه که ببینید تو به من کمک کردی پس من به شما مدیون هستم. نمیخوایم اتفاق بیفته. اگه هدف ما صرفا اینه که نیاز مالی اون شخص برآورده بشه، ما میتونیم از طریق کلیسا این کارو بکنیم و کلیسا صلاح میدونه، کلیسا میدونه که اون شخص نیاز داره یا نداره و اگر نیاز داره چطوری باید به اون شخص کمک کرد. ما در کلیسای ایران که بودیم این اتفاق افتاد و میافتاد که در واقع بخشی داشتیم که کمک‌های مالی میومد و به نیازمندان میرسید. پس من فکر می‌کنم یک مقدار این حکمت چیزی است که شما بهش احتیاج دارید جان، که بدونید که حالا من باید در واقع به این شخص کمک بکنم یا نکنم. چون یک نفر کلا برداره، دو نفر کلا بردارن، ولی وقتی به مرور زمان شما هی این متوجه میشید که افراد میان از من پول میگیرن، سوء استفاده میکنن و میرن، اینجا نشان دهنده اینه که شما باید تغییری در روش خودتون به وجود بیارید و این کمک خواهد کرد که بتونید در واقع در قبال چنین افرادی که تنبلن، شغلشون همین هستش، از این خونه به اون خونه میرن، از این شخص به اون شخص میرن تا صرفا بتونن از اونا سوء استفاده کرده باشن به مقاصد خودشون برسن. پس یه مقدار فهم میکنم باید روی این تجدید نظر بکنید شما و از خدا بخواید که به شما حکمت بده. اما سوال مهداد جان که چند روز پیش هم یک سوال دیگه کرده بودن و سوال خیلی مهمی هستش اینه که چرا در عهد عتیق خداوند اینقدر مجازاتگره؟ این سوال خیلی خوبی هستش، خدا برکتتون بده. و میدونم که این سوالی است که برای خیلی ها هست، ایده هستن که در واقع مغرض هستن چنین سوالی میکنن، ولی ایده هستن که میگن چرا در عهد عتیق خدا در خیلی از اوقات میگه برید و بکشید یا انتقام بگیرید، در اینی که خدا میگه انتقام از آن منه در جاهای دیگه ای، اما در عهد جدید اتفاق نمیفته. این نکته خیلی خیلی مهمی هستش. در تمام عهد عتیق میبینیم که ما خدا با قوم اسرائیل طور رفتار میکنه که به عنوان یک پدر هست. ما اولین چیزی که باید بدونیم این هستش که وقتی پدری فرزند خودش رو دوست داره و میبینه که او داره در مسیر اشتباهی میره، برای اینکه او را بیدار کنه تلنگری بهش میزنه. این نکته خیلی مهمیه. این در عهد عتیق هست و در عهد جدید هم هست که در کتاب عبرانیان میگه خدا کسی که دوست داره تنبیه هم میکنه. تنبیه او به منظور انتقام گرفتن نیست، به منظور این که حالا هرچی من میگم درسته نیستش، بلکه به جهت این هستش که اون شخص بیدار بشه. نکته خیلی حائز اهمیتی که وجود داره که چه در عهد عتیق چه در عهد جدید، خدا قدوسه. خدا خدای قدوسی هستش. خدا خدایی هستش که عدالت رو زیر پا نمیذاره.
اگرچه ما در انجیل میبینیم که خدا محبته، در عهد عتیق میبینیم خدا محبته و بسیاری از ما فقط به محبت بودن خدا توجه داریم، ولی خدا به خاطر محبتش و به خاطر قدوسیتش هم هستش که اگر لازم باشه افراد رو تنبیه هم میکنه. خدا خدای عادلی هستش، وقتی میبینه که حق کسی داره زیر پا گذاشته میشه به وقتش عمل میکنه. و در عهد جدید میخونیم که زمانی میرسه که زمان داوری هستش و خداوند با قوت افراد رو داوری خواهد کرد. اما یک واقعیت دیگه هم وجود داره و اون چیزی که ما آنچه که میکاریم رو درو میکنیم. هر چرا که میکاریم ما رو درو میکنیم. همه چیز رو به گردن خدا نیندازیم. نگیم خدای تو چرا فقط این کارو کردی؟ تو چرا این کارو میکنی؟ خدا اگه منو دوست داشت پس چرا اجازه داد که این فامیل من فوت بکنه؟ اگه خدا منو دوست داشت پس چرا اتفاق افتاد؟ نه. خیلی از کارا رو ما میکنیم. خیلی از کارا رو شریر انجام میده که ما نباید به گردن خدا بیاندازیم. بنابراین خیلی مهمه. خدای عهد عتیق خدایی است که بر حسب شریعت و با فیض خودش عمل میکنه. ما میبینیم در عهد جدید میبینیم خدا با فیض خودش عمل میکنه. شریعت چی به شما میگه؟ شریعت میگه که اگه این کارو بکنی برکت میگیری، قوانین اینطور هستن. اگه این کارو نکنی تو صدمه میبینی. اینو در قانون اجتماعی هم میبینیم، در قوانین راهنمای رانندگی هم میبینیم. هر چیزی باید درستش اتفاق بیفته. خدا در عهد عتیق میگه، در تسنیم 28 خدا میگه که اگه این کارو بکنی برکت میگیری، ولی اگه این کارو بکنی لعنت وارد زندگی تو میشه. در اونجا میگه که من میخوام انبارهای تو رو برکت بدم، من میخوام وقت آمدن رفتن تو رو برکت بدم. ولی کسی که داره با خدا بدون خدا زندگی میکنه چطور بعد از خدا انتظار داشته باشه که برکت در او باشه؟ دوستان عزیزم، ما باید بدونیم آنچه که ما هستیم و داریم یا برای خدا هست یا برای خدا نیستش. اگه ما برای خدا زندگی میکنیم، اگه داراییمون برای جلال نام خدا هست، اگر زندگی ازدواج ما برای جلال خدا هست، اگر استعدادایی که داریم برای جلال خدا هست، خدا وارد میشه و عمل میکنه. ولی وقتی من ثروتم، داراییم، زندگیم، ازدواجم، استعدادم برای جلال خدا نیست، شریر هست که میاد وارد میشه و عمل میکنه. ما یا مال خدا هستیم یا مال خدا نیستیم. ما نمیتونیم بگیم نه، میدونی چیه؟ من هم مال خدا هستم هم دنیا رو دوست دارم. در نتیجه خدا به ما میگه، ببینید اشکال در شریعت وجود نداره که خدا گفته این کار رو بکن این کار نکن. اشکال در روح ناموتی انسان هستش که به شکلهای مختلف میخواد از خدا سرپیچی کنه. پس در عبرانیان باب 12:6 میگوید که خدا زیرا هر کی را که خدا دوست می‌دارد توبیخ می‌فرماید و هر فرزند مقبول خود را به تازیانه می‌زند. توجه داشته باشید اینجا عهد جدیده دوستان، اینجا عهد عتیق دیگه نیستش که بگیم حالا چرا خدا عهد عتیق این کارو کرد و عهد جدید این کار نمی‌کنه. یک نکته حائز اهمیتی که اینجا وجود داره اینه که ما بدونیم که تمام مجازات‌های ما بر روی صلیب، بر روی مسیح اومده. ما خدا رو نبینیم که مرتب و مدام در پی انتقام گرفتن از ما هستش. عزیزی امروز پرسید برادر ناتان من تعمید آب گرفتم، دوباره برم تعمید آب بگیرم؟ نه، لزومی نداره. اگه شما حقیقتا توبه کردید، حقیقتا عیسی رو به عنوان نجات دهنده و خداوند خودتون پذیرفتید، شما آماده هستید که قصد تعمید بگیرید و شما تعمید میگیرید. پس نیازی نداره که مثل مذهب قبلی من هر موقع کاری میکنم حالا بیام غسل بکنم، اگه غسل بکنم خدا برکت میده. اینا کارهای شریعتی و کارهایی هستش که انسانها انجام میدن. یک خداوند، یک تعمید، یک ایمان، یک بار. اگر شما بنا به دلایلی تعمید درست نگرفتید، حالا یا خودتون انگیزتون غلط بوده یا اون شخصی که شما رو تعمید داده، اون موقع میتونید به دور تعمید بگیرید. پس ما بعد از این مرحله طرز تفکری مذهبی بیرون بیایم که اگر مسیح شدیم حالا رفتار ما و تفکر ما باید مذهبی باشه. خدا از ما انتقام نمیگیره. خدا در اول یوحنا گفته اگر به گناهان خود اقرار بکنی، عیسی مسیح عادله که تو رو بیامرزه و تو رو از هر ناراستی آزاد بکنه. بنابراین خدا در پی نیست که خب میدونی چیه، حالا این شخص گناه کرد بعد جریمش کنیم، این شخص گناه نکرد بعد برکتش بدیم. خدا میخواد ما رو برکت بده. خدا برای ما روی زمین اومد و جان خودش رو داد که این اتفاق بیفته. خدا میخواد که ما با او ارتباط داشته باشیم. ولی وقتی که ما از او خارج میشیم با گناهمون، با انجام گناهمون، اون موقع دیگه خدا به خاطر قدوسیتش نمیتونه وارد بشه و در واقع ما رو برکت بده یا از ما محافظت بکنه، چون ما از او دور شدیم. برای همینه که کلام خدا میگه روح القدس رو اطفا نکنید، یعنی خاموش نکنید.
ما وقتی که روح القدس میاد و ما رو به گناه ملزم میکنه و او رو اطفا میکنیم، او رو نادیده میگیریم، او رو رد میکنیم، کلام خدا میگه خدا نمیتونه برای ما کاری بکنه. برای همینه که در کتاب مکاشفه خدا میاد به کلیسا میگه بر در قلبت ایستاده میکوبم، اگر توبه کنی وارد میشم، با تو شام خواهم خورد. پس خدا میخواد این اتفاق بیفته که گاهی وقتا ایماندارا گناه هم میکنن، اما در عهد عتیق وقتی قوم بت پرستی میکنن، قوم خدا هستن، اونا دیدن که خدا از بت پرستی متنفره، اونا دیدن که خدا چطور از گناه بدش میاد و میرن سراغ بت ها، میرن سراغ چیزایی که در بین امت ها هست. اونجا خدا برای که اونها را برگردونه به مسیر الهی تنبیه میکنه. ببینیم 70 سال به اسارت میرن، نسلی وارد سرزمین موعود نمیشن و به طرق مختلف تا اینکه اونها رو بیدار نگه داره. خدا انبیا را اصلا برای همین فرستاد، انبیا را فرستاد که قوم خدا اگر از او دور شدن و دارن گناه میکنن، حالا بیدار بشن، حالا برگردن به حضور او. که ما میخونیم که مسیح هم میفرماید که اونها چطور انبیا را از بین بردن، کشتنشون، شهیدشون کردن، و این ذات انسان هستش که در برابر خدا میسته. پس خدا خدای قدوسی هستش، چه در عهد عتیق چه در عهد جدید. خدا خدای عادلی هستش، چه در عهد عتیق چه در عهد جدید. خدا خدای محبتیه، چه در عهد عتیق چه در عهد جدید. در عهد عتیق به وسیله شریعت محبت خودش رو آشکار میکنه، در عهد جدید به وسیله قربانی کردن پسرش عیسی مسیح، که وقتی ما توبه میکنیم فیض او بر ما جاری میشه. پس من دعا میکنم که به فیض خداوند، وقتی ما خدا را، کلام خدا رو میخونیم در عهد عتیق، خدا رو خدای عصبانی و خشمگین نبینیم. که خیلی از اوقات وقتی افراد چنین تفکراتی دارن، به خاطر اینکه اونا مغرض هستن، نه به خاطر اینکه حقیقتا دنبال حقیقت هستن. چرا که در عهد عتیق هم خدا محبته، نه فقط در عهد جدید. چطور شما محبت خدا را مرتب در عهد عتیق مشاهده نمیکنید؟ پس خدا رو شکر میکنیم که ما در عهد جدید هستیم. این فیض نصیب ما شده که توسط فیض مسیح، توسط کار مسیح به حضور خدا داخل بشیم و لطف خدا شامل حال ما بشه. و به شما تبریک میگم اگر شما مسیح رو به عنوان نجات دهنده و خداوند خودتون پذیرفتید. این سه سوال این هفته بود که عزیزان پرسیدن و ما جواب دادیم به فیض خدا، که مطمئنم که باعث برکتتون بوده. اگر خادمین محترم دیگه هستن که جوابهای بهتری دارن، با خوشحالی میپذیریم، قبول میکنیم. من ادعا نمیکنم که همه جوابها رو دارم، اما برای اطلاع شما روزهای سه شنبه و پنج شنبه من به سوالای شما جواب میدم و با خوشحالی میتونید به تلگرام من سوالاتون رو بفرستید. میتونید در هر جایی که این تصویر رو میبینید به طور خصوصی بنویسید، کمی تأمل داشته باشید، سه شنبه و پنج شنبه برمیگردید در خدمت شما، به سوالات شما پاسخ میدیم. دعا میکنم برکت خدا با شما باشه و خیلی ممنون از عزیزانی که تشریف آوردید. برکت خدا باشه.